بینندگان عزیز، با سلام به شما و با این امید که اوقات خوبی رو پشت سر گذاشته باشید، اوقاتی بهتر در انتظارتون باشه در این گرمای واشنگتن دی سی. امروز از واشنگتن با واشنگتن مصاحبه میکنم، ولی این واشنگتن کجا و آن کجا؟ واشنگتن سیاتل خوشگل و زیبا، هوای مطبوع، و واشنگتنی که اینجا واقعا افتضاح هست، یعنی از هر نظر، از لحاظ سیاسی و اینها، و حالا گرما و یه مقداری هم طوفان بهش اضافه شده. ولی خب خوشحالیم که باز هم با آقای عباس سعیدی هستیم. دو هفته پیش با ایشون بودیم درباره ماتریالیسم، ماده گرایی صحبت شد و حرفها ناتمام بود. من با ایشون پیشنهاد کردم که سوالات و دنباله تاپیک برنامه ها رو اگه چیزی هست امروز با ما باشن. ایشون هم لطف کردن، دعوت ما رو قبول کردن و با هم هستیم. آقای سعیدی سلام به شما، این شما و این هم شنوندگان و بینندگان تلویزیون مردم، بیشتر برای ما بگید که این ماتریالیسم چیه، و شما در بحث قبلی گفتید مارکسیسم ضرر زده به ماتریالیسم، درست میگم؟ یادم هست درست؟ در صورت ممنونم، بیشتر صحبت کنید شما. اگه دوستان هم سوالی دارن، میبینم که آقای علیرضا اکبری از آلمان فکر کنم با ما هستن و نوشتن ویوا مستر ترامپ. خب آقا یک طرفدار پیدا کردی آقای سعیدی. بله بفرمایید آقای سعیدی تا دوستانم بیان. اگه سوالی دارن توی فیسبوک مطرح میکنن، مینویسن، من برای شما میخونم. ضمن شماره تلفن شما هم زیر اسکرین یا صفحه نوشته میشه، میتونن با شما بعد از برنامه تماس بگیرن. بفرمایید آقای سعید. با ادای به عزیزانی که این برنامه رو میشنوند و خواهند شنید، و همینطور تشکر از شما و سعودی. عرض شود که بله، من به توصیه شما عمل کردم، تکرار برنامه گذشته رو یک بار شنیدم تا اینکه اگر موردی رو خودم جا انداختم یا به بعضی از سوالات شما جواب ندادم امروز جبران بکنم. یه بخشی از برنامه امروز صرف این کار خواهد شد. من تو برنامه قبلی سه نکته مهم رو اشاره کردم. نکته اول انحراف در واقع در جنبش چپ بود که توسط ایدئولوژی مارکسیسم و نگاه کمونیستی اتفاق افتاده. نکته دوم در زمینه فعالیت‌های سیاسی بود که به این نقطه رسیدم که تنها حزب‌های افکتیو و مؤثر در امروز جهان پیشرفته تفکر نئولیبرالیستی است و تفکر سوسیال دموکراسی. یعنی نئولیبرالیسم و سوسیال دموکراسی دو به اصطلاح طرز تفکره که میپردازه به امور اقتصادی اجتماعی، که اگه ما میخواییم فعالیت سیاسی کنیم باید در یکی از این دو شاخه فعال بشیم. سومین مورد هم در مورد به اصطلاح نگرش مذهبی بودش، که حالا امروز من سعی میکنم که به بعضی از نکاتی که گفته نشده اشاره بکنم. در مورد این که من گفتم که مارکسیسم یک انحرافی در جنبش چپ ایجاد کرده، من باید به دو تا نکته که نگفتم اول اشاره کنم. من اشاره نکردم به این که مارکس اصولا دلیل انحرافش طرح مسئله ماتریالیسم تاریخی بوده. یعنی مارکس وقتی که میرسه به اون جایی که یک فلسفه برای جهانبینی علمی رو نامگذاری کنه به اسم ماتریالیسم دیالکتیک، که البته عرض کردم این نتیجه کار بسیار بزرگ شخصیت‌هایی بوده که قبل از مارکس فعالیت می‌کردن، که در رأس اونها میتونم بگم فرانسیس بیکن بوده که حدود 200 سال قبل از مارکس زندگی می‌کرده و این شخصیت بوده که برای اولین بار تأکید کرده روی اینکه ما اگر جز ماده به چیز دیگه ای توجه بکنیم راه بیراهه ای رفتیم. این شخصیت بوده که تأکید میکرده که
انسان از طریق مشاهده، آزمایش و کار مداوم میتونه به اسرار این جهان پی ببره. این شخصیت بوده که معتقد بوده داشتن طلا مهم نیست، باید فولاد به دست آورد. کسی که فولاد داشته باشه میتونه طلا رو هم به دست بیاره. این شخصیت بوده که اشاره میکرده، تاکید میکرده دانشجوها نبایستی دو زانو پیش استاد بشینند و تسلیم گفته های او باشند. این تفکر، تفکر کلیساییه. و خلاصه این شخصیت و شخصیت های دیگه بودن که زمینه رو مهیا کردن تا اینکه نهایتا هگل تز آنتی تز سنتز رو مطرح بکنه و راجع به دیالکتیک صحبت بکنه. و داروین تئوری های خودش رو بعد از 10-20 سال این دست اون دست کردن به خاطر وحشتی که داشته از طرح تئوری های خودش، بالاخره داروین تئوری های خودش رو مطرح بکنه راجع به زیست شناسی و مسئله پیدایش حیات. و بعد فویرباخ از این آگاهی هایی که به دست آورده، مخصوصا این به اصطلاح گفته های داروین، نظریه های داروین، به اون اعتماد به نفس برسه که مستقیما از ماتریالیسم صحبت بکنه. این روند حالا اومده رسیده به مارکس. مارکس که جزء اون دسته از شاگردان تندروی هگل بود و بسیار راجع به سرمایه داری به اصطلاح تنفر داشت از عمل کرده نادرست سرمایه داری اروپا، خب کشیده شد به سمت یک رادیکالیزم فکری تا جایی که اومد خواست یک بدعتی بگذاره در عمل کرده طبیعت طبیعی و عامل تضاد رو عامل تحول معرفی بکنه، در حالی که من در برنامه پیش توضیح دادم که در طبیعت عامل اینفلوئنسینگ یا تأثیر پذیریه که باعث تحولات میشه. منتها در حوزه زندگی اجتماعی انسان چون اقتصاد ظاهر میشه، تضاد نمود بیشتری پیدا میکنه. مسئله اعداد، مسئله تضاد منافع هست و مارکس خواست این تضاد رو که مربوط میشه به شاخه اقتصاد زندگی اجتماعی انسان، اینو تأمین بده به همه هستی. این اونجاییه که مارکس تندروی میکنه و میره دنبال تمایلات روحی خودش و نتیجه میگیره که بر اساس این تضاد تحولات اجتماعی اتفاق افتاده. من در برنامه قبل سعی کردم اینو توضیح بدم که اینطور نبوده و نیست. مارکس این تندروی رو کشون به جایی که گفت در آینده هم طبقه کارگر انقلاب خواهد کرد و نظم نوینی رو به وجود خواهد آورد که نهایتا ما رو به جامعه کمونیستی میرسونه. و این تندروی مارکس متاسفانه فقط در جهان سوم آثار مخرب خودش رو نشون داد. متفکرین اروپایی، چپهای اروپایی اغلبشون او رو نقد کردند. اونها بین دو پدیده تحول اجتماعی و انقلاب، پدیده تحول اجتماعی رو روش تأکید کردند و در نتیجه سوسیال دموکراسی متولد شد. دلیل دوم تولد تفکر سوسیال دموکراسی در اروپا این بود که اصولا سوسیال دموکرات های اروپایی این رو منطقی ندونستن که منکر پدیده مالکیت بشن. اونها در واقع اون هدف خودشون رو بر این قرار دادن که یک تعادلی ایجاد بکنن در جامعه اروپایی که این پدیده بی
بیرحم و مزاحم سرمایه داری به انحصار طلبی نکنه و در واقع جامعه رو استثمار نکنه، و اون روش بیشتر از طریق سیستم های مالیاتی ممکن هست. یعنی یکی از رسالت های سوسیال دموکراسی برای اینکه حکومت های نئو لیبرال رو به اصطلاح به سمت افکار خودش، نظرات خودش متمایل کنه، این هست که روی سیستم مالیاتی تأکید بکنه که مانع میشه از به وجود اومدن انباشت سرمایه بیش از حد، و این تنها راه مبارزه سیاسیه برای یک چپ، نه اینکه مالکیت رو بخواد نفی بکنه. اینا مطالب اضافه‌ایه که من امروز دارم عرض میکنم. یعنی در واقع امروز من میخوام بگم که نظرات رادیکال مارکس نتونست اروپایی ها رو فریب بده و اونها راه درست رو رفتن، ولی در شرق متاسفانه فاجعه ای به وجود اومد. این فاجعه دو بود داشت. اول اینکه یه عده زیادی از چپی ها، حالا راجع به کشور خودمون عرض بکنم، افتادن تو دام مارکسیزم به این دلیل که برای مارکسیزم یک اعتبار و کردیت مضاعفی رو تصور کردن. فکر کردن که مارکسیزم هم یک ایدئولوژی ضد سرمایه‌داریه و هم یک جهاندینیه. چرا؟ برای اینکه مارکس ماتریالیزم دیالکتیک رو، حالا یا خود مارکس، من در این مورد مطمئن نیستم که آیا خود مارکس این کار کرده یا بعدها مارکسیست های تندرو این کار کردن یا حتی بعدها در اتحاد جماهیر شوروی این اتفاق افتاده، ولی به هر حال این رو اطمینان دارم که تودهی های عزیز خود ما در کشور ما از جمله آقای احسان طبری اینها ادعا می کردن که ماتریالیزم دیالکتیک فلسفه مارکسیزم. به این دلیل بود که همه جوانهای به اصطلاح آرمانگرا ضمن اینکه یک تفکر ضد سرمایه‌داری رو از مارکسیزم الهام می‌گرفتند، در واقع فکر می‌کردند که مارکسیزم یک جهانبینی علمی هم به اونها داده، و به همین دلیل افتادن توی این دام. خود منم از این جمله بودم، وقتی جوان بودم یه ارادت خاصی به مارکسیزم پیدا کردم، چون فکر می‌کردم جهانبینی مارکسیستی هم، یعنی جهانبینی علمی هم از طریق مارکسیزم قابل درکه. اون موقع غافل بودم از این که اصلا ماتریالیزم دیالکتیک فلسفه مارکسیزم نیست. مارکسیست ها، حالا که در اتحاد جماهیر شوروی که در دوران مارکس، در واقع مصادره به مطلوب کردن اینو و خواستن ایدئولوژی ضد سرمایه‌داری خودشون رو در قالب یک جهانبینی به جهان ارائه بدن. این ماتریالیزم دیالکتیک، دوستان عزیز، هموطنهای عزیز، در واقع فلسفه جهانبینی ماتریالیستیه، همون چیزی که فرانسیس بیکن آغاز کرد و فویرباخ در واقع به طور کامل از اون صحبت کرد. من تو برنامه قبلی عزیزان راجع به جهانبینی تاکید کردم. این تاکید به این دلیله که جهانبینی به ما کمک میکنه تا در تحلیل های خودمون از حوادث یک ابزار بسیار کارا داشته باشیم. جهانبینی درست علمی، یعنی جهانبینی ماتریالیستی، به ما کمک میکنه اگر به اون واقعا مؤمن باشیم و بفهمیمش، به ما کمک میکنه که در همه امور زندگی، چه در امور اجتماعی چه در امور زندگی فردیمون، معقولتر و واقع بینانه تر با مسائل برخورد بکنیم. عزیزی به من زنگ زده بود و میگفتش که این جهانبینی در نهایت میخواد بگه که بعد از مرگ هیچی ما به هیچی میرسیم. گفتم دوست عزیز،
شما اعتقاداتت چیه؟ گفت من خب به اسلام اعتقاد دارم. گفتم تو دوست داری که بعد از مرگ به هیچی برسی یا به پوچی؟ اگر اعتقادات تو پوچ باشه، تو بر اساس اون اعتقادات زندگی میکنی، از واقعیتها محروم میشی، تدبیر درست برای زندگی خودت نمی کنی. چرا؟ برای اینکه به یک پوچ اعتقاد داری. من هیچی رو به تو از الان معرفی میکنم تا درست زندگی بکنی، درست اتود بکنی زندگی تو، به اصطلاح مسئولیت های اجتماعی خودت رو بشناسی. و بعد مجبور شدم بهش یادآوری کنم که در برنامه من اشاره کردم به ایمان ماتریالیستی، گفتم که ماتریالیست، تفکر ماتریالیستی میتونه ما رو به یک ایمان واقعی برسونه که قابل مقایسه با ایمان مذهبی نیست. من ماتریالیست میتونم ادعا بکنم که ایمان واقعی رو نمایندگی میکنم. چرا؟ برای اینکه برای اعتقادات خودم قرار نیست پاداشی بگیرم، حتی اگر اشتباه کرده باشم مجازاتم خواهم شد. ایمان من با ایمان یک فرد مذهبی قابل مقایسه نیست، او باید دو زانو در مقابل من بنشینه و کلاه احترام برداره. و میخوام این رو عرض بکنم که من خوشحال نیستم به این نتیجه رسیدم، ولی این یک واقعیته. منم دلم میخواست مثل شما باورمندان به مذاهب با یک خدای فرضی راز و نیاز بکنم، ولی خدای فرضی من که دفعه قبل هم عرض کردم نمیتونم منکر وجودش بشم، انقدر بزرگه که در وهم و تصور من هم نمیگنجه که جایگاه اون رو بتونم تشخیص بدم. اصولا خداشناسی یک دروغ کثیفه. کسی که ادعا میکنه خداشناسه، یا کسی که ادعا میکنه میخواد راهنمایی کنه شما را به خداشناسی، که از اون بدتر، این یک دروغگو و یک کذاب و یک آدمیه که بسیار خطرناکه. چرا؟ برای این که اصلا در تصور ما نمیگنجه که بتونیم خدا رو بشناسیم. چطور ممکنه؟ تصور کنید یک به اصطلاح خالقی باشه، در فرض محال یه خالقی باشه، یک کریئتوری باشه که این جهان هستی رو با این همه عظمت به وجود آورده باشه. آیا خندتون نمیگیره که اون بیاد ما انسانها رو اشرف موجودات خودش معرفی کنه، در حالی که در میلیون ها میلیون سیاره دیگه نظیر کره زمین ممکنه حیات و اشکال مختلف بسیار پیچیده تری به وجود اومده باشه که ما در مقابل اونها موریانه بیش نباشیم. از اون گذشته اینقدر نشانه ها وجود داره. من البته این قسمت رو دیگه به اون عزیز نمیگفتم، الان دارم خدمت شما عرض میکنم. اینقدر نشانه ها وجود داره که ما میتونیم از اونها بفهمیم که خدایی که مذهب معرفی کرده ابدا خدا نیست، فقط و فقط تصور اوهام، توهمات اون کسانیه که توی این مسئله گرفتار شدن. گفتن در دو صحرای سینا و عربستان این اتفاق خیلی زیاد می افتاده به خاطر اون شرایط خاص شبهای صحرا، و واقعا درست میگن این باورمندانه به دینهای ابراهیمی که 124,000 پیغمبر بوده. اونجا پیغمبر شدن یک چیز غیر قابل اجتناب بوده، اون شبهای پر از راز و پر از به اصطلاح شگفتی در صحرا هر انسان کم دانشی رو میکشونه به این وادی ها. برها در من خیلی دقایقات رود درازی میکنم، معذرت میخوام، چون من متکی به نوشته هایی نیستم وقتی که خدمت شما برنامه اجرا میکنم، صرفا پرواز ذهنی من هر جا من میبره میرم دیگه. بالاخره ببخشید، برگردم به اصل برنامه‌مون. پس در مورد ماتریالیسم به عنوان یک فلسفه صحبت کردم، توضیح دادم که چرا فکر میکنم مارکسیسم یک انحرافی در جنبش چپ ایجاد کرد، توضیح دادم که تفکر چپ باید چطور باشه،
و عزیزانی که دنبال حزبای کمونیست کارگری و اینجور چیزهای در واقع خیلی عوض میخوام ازشون دموده شده هستند، توصیه میکنم که یکمی بیشتر فکر بکنند و خودشون از این ورطه بیرون بیارند، از شعارهای بیمحتوای خودشون دست بردارند. یادشون باشه این عزیزان، مخصوصا باورمندان به کمونیست کارگری رو عرض میکنم، الان جوامع انسانی آنچنان در کنترل حکومت ها هستند که جنبش های طبقاتی مطلقا قادر نیستن کاری انجام بدن. امروز فرقی بین کارگر و کارمند نیست، کارمندم مثل کارگر استثمار شده است، محرومه. طبقه اینجا طبقه کارگر رو تأکید کردن که شما انجام میدید بسیار کار غلطیه، کار سیاسی نیست، شما فقط دارید سر کار میذارید مردم. اگر قرار باشه در یه جامعه جنبشی ایجاد بشه، این جنبش باید جنبش دموکراتیک باشه، همه طبقات باید دست به دست هم بدن تا بتونند حکومت‌ها رو کمی تکون بدن. از این مسئله چپ بگذاریم که خسته کننده است، میدونم برای خیلی عزیزان، مخصوصا آقای سوربی عزیز. نه آقا، من یکی دو تا سوال نوشتم که از شما بپرسم. صداتون ضعیف آقای سوربی. بله، یکی دو تا سوال نوشتم از شما بپرسم. یکی این که شما گفتید به اون دوستمون گفتیم که میخوای به هیچ برسی یا به پوچ برسی. من همیشه فکر میکردم هیچ و پوچ یکی هستن، به همین خاطرم همیشه با هم استفاده میکنیم، میگیم هیچ و پوچ شد مثلا. اگه اینو توضیح بدید. یکی دیگه این که شما از خدای اونها گفتید که اگه اونها به خدا باور دارن، این خدا چیه که بعد از این همه سال و این همه کرات آمده یک موجودی که ما الان میبینیم این همه نقص داره گفته این بهترین مخلوقه، و بعدم به 124 به این نکته که شما میگید که کشورهای اروپایی فریب نخوردن، مگه قصد اونا فریب دادن مردم بوده؟ مارکس و هگل و اینا. بله، البته من منظورم این بود که اونها تحت تأثیر حرفهای مارکس قرار نگرفتن، چون دانششون بیش از اون بود که تحت تأثیر اون قرار بگیرن. درست مثل ما که میان سال هستیم، یکمی سال خورده هستیم، و جوونها، جوونها تحتی یه حرف قشنگ رو میشنون شیفته اون میشن، تحت تأثیر قرار میگیرن. ما هم اون حرف قشنگ رو تایید میکنیم، ولی تجربه به ما آموخته که شیفته اون حرف نشیم، چون همیشه دیدیم که حتما حرف حسابتر از اون هم وجود داره. به این دلیل بود که اروپایی ها تحت تأثیر اون تندروی مارکس قرار نگرفتند. و اما راجع به مطلب اولی که گفتید، فرمودید که اون پیچی و پوچی، خیلی فرق هست بین هیچی و پوچی، خیلی فرق هست. پوچی وقتیه که شما یک چارچوبی رو، یک بستهی در دستتونه، فکر میکنید یه چیزی توی اونه، یا یک تفکری رو به شما دادن، شما فکر میکنید اون تفکر درسته، بر اساس اون تفکر که اصلا وجود نداره پوچه، چون باورش کردید، همه زندگی خودتون رو برنامه ریزی میکنید، و چون اون پوچه، اون تفکر چیزی توش نیست، شما همه زندگیتون رو از دست میتونید بدید. ولی اگر بدونید که هیچی وجود داره در نهایت، اون وقت قدر زندگی رو که امروز دارید و لحظاتی که سفری میکنید رو بیشتر میفهمید و اون رو بهتر مدیریت میکنید، با عقلتون و اندیشه خودتون مدیریتش میکنید. این موضوع روشن شد براتون؟ بله بله. حالا اگه لطف کنید یه مقدارم درباره اون خدایی که شما میگید من خدا رو بهتر از اونا میشناسم، خب حالا که شما میشناسید از اون برای ما توضیح بدید تا ما ببینیم دنبال چی باید بگم. نه، من نگفتم میشناسمش. من اگه ادعا کنم خدا رو میشناسم، یه دروغگو و یک آدم کذاب هستم. بله. هیچ کس نمیتونه ادعا کنه که خدا رو میشناسه، و هیچ کس نمیتونه، از اون بدتر کسانی هستن که اینقدر نادان و اینقدر جاهلن یا اینقدر شارلاتانن که سعی میکنن به دیگران خداشناسی آموزش بدن.
اصلا خدا کریئتور آفریدگار در حدی نیست که ما انسان ها بتونیم اون رو تصور کنیم، چه برسه این که بخواییم اون رو بشناسیم. ما حتی در حوزه خیال هم نمیتونیم تصوری از خدا داشته باشیم، مغز ما قادر نیست، مغز ما یه چیز مادیه، خدا ماوراء مادی باید باشه، کریئتور. پس بنابراین ما نمیتونیم نه خدا رو بشناسیم نه میتونیم دنبال شناختنش بریم. این از این موضوع. شما درباره شبهای اون منطقه صحبت کردین و اینکه 124 هزار تا پیغمبر هست. اگه طبق کتابهای دینی بخوایم عمل کنیم که اینا بیشترشون باور دارن یا 6000 سال یا 7000 سال کلن خدا نشسته و بیکار بوده و گلبازی کرده و آدم رو درست کرده، بعد آدم تنها بوده اون حوا رو درست کرده، و یکی نیست که این 6000 سال رو ضرب در 365 کنه و 124 هزار رو تقسیم کنه ببینه روزی چند تا پیغمبر میفرستاده. حتی یه جوکی میگن توی بله یه جوکی هم میگن اجازه بدید در این رابطه من یه مثالی بزنم. یه برنامه بود خوب یادمه که 3 تا از شخصیت‌های مدعی در اون برنامه داشتن راجع به وجود یا عدم وجود خدا بحث می‌کردن. آقای نیری فیزیکدان همه می‌شناسنش، یه شخصیت بسیار عالمیه. آقای علی نیری. علی نیری بله. آقای هولاکویی بود تا اونجایی که یادم حافظم یاری می‌کنه، و آقای کوروش عرفانی یک مارکسیست که در تلویزیون دیدگاه تحلیل های جامعه شناسی داره که اغلبشون هم بسیار درسته، منتها در قالب اون ایدئولوژی مارکسیست گرفتاره این آدم. این سه نفر داشتن بحث میکردن که یه شخصی به اسم طباطبایی از تهران زنگ زد و یه آدم مذهبی و شروع کرد به بحث کردن با اینو. خب اینا دلایلی آوردن، او هم یه چیزایی گفت و این بحثشون ادامه داشت تا اینکه آقای طباطبایی به یه نقطه بن‌بستی رسید و برای اینکه یه طوری این آدم رو به اصطلاح متقاعد کنه گفت آقایون شما این چینهای روی انگشتای دستتون نشان دهنده وجود آفریدگاره، ببینید چه طراحی کرده. جالب اینجاست بینندگان عزیز، مخصوصا شما جوان ها توجه کنید، این شخص در واقع دلیل به اصطلاح محکمی بر درستی نظریه تحول آورد، نرد نظریه آفرینش. اگر خداوند انسان رو آفریده بود دلیلی نداشت این چین ها رو انگشت ما بذاره، میتونست یه جنسی بکنه اون روی مفاصل رو که کش بیاد. این چین ها نتیجه صدها هزار سال تلاش انسان برای گرفتن اشیاست و در طول زمان به وجود اومده و ثابت میکنه که آفرینشی در کار نیست. دلایل دیگه هم هست برای اثبات این قضیه. برای مثال براتون میگم، اصلا همین فرستادن پیامبر و تلاش برای راهنمایی انسان دلیل بر اینه که آفریدگاری در کار نیست و این دروغه. دلیل عرض میکنم، شما فرض کنید یک کارخونه اتومبیل سازی دارید، اتومبیل تولید میکنید، به عنوان کریئتور و خالق اون ماشین شما میدونید که این ماشین برای اینکه درست عمل بکنه نیاز به چی داره؟ سوخت، جاده و در نهایت یه درایور. اگر این ماشین رو رها بکنید توی آب و نتونه درست عمل بکنه دیگه اونو تنبیهش نمی کنید، خودتونو تنبیه می کنید. یا اگر اونو توی منطقه کوهستانی پرسنگلاخ بذارید اون ماشینو و نتونه را بره، سوخت هم بهش بدید نتونه را بره، دیگه ماشین رو تنبیه نمی کنید، خودتونو تنبیه می کنید که چرا این اشتباهات کردید. این دلیل عدم وجود خداست. خدایی که انسان رو میآفرینه اینقدر عقل و شعور داره که این انسان برای درست عمل کردن به بستر مناسب برای رشد احتیاج داره. تفاوت زیادی هست بین یه آدم بدوی عقب افتاده توی صحراهای عربستان یا تا یه مثلا یه شخصی که در یک
تمدنی داره زندگی میکنه. تفاوت زیادی هست بین کسی که امروز در بیورلی هیلز و در جاهای خوب دنیا، اروپا، امریکا زندگی میکنه و یک فرد افریقایی. اون خدا باید شعورش برسه که اصلا هدایت معنی نداره، باید ابزار رشد رو فراهم کرد برای انسان. عزیزان فکر کنید، جوانها فکر کنید، رها بشید از پوچی، تفکر علمی به دست بیارید تا بتونید زندگیتون رو درست مدیریت کنید. این رو بپذیرید که اعتقاد به ماتریالیسم فقط یک دانشه، یه ایمان نیست. ایمان در مغز شما باید به وجود بیاد، اون وقتیه که شما مسئولیت هاتون رو بشناسید. ارزش ببخشید، ارزش حیاتی رو که صاحب اون شدید تشخیص بدید و به دلیل این شانس بزرگی که بر حسب تصادف نصیب شما شده و امروز زنده هستید، به دنبال سازندگی باشید. بگذارید عزیزان من برای اینکه تنوعی در برنامه بشه یه شعری براتون بخونم. شعر از روانشاد احسان طبریه، تئوریسین حزب توده، به اسم زمین. تنها شعریه که من تونستم حفظ بکنم بدون اینکه تلاش زیادی بکنم برای حفظ کردنش، و علتش هم اون شیفتگی زمان نوجوانی و جوانی خودم بود نسبت به اندیشه مارکسیستی و این شخصیت آقای احسان طبری. این شعر به هر حال حفظم شده. تو شما تو قالب این شعر میتونید رشد ایمان یک انسان خدا نشناس رو مشاهده بکنید. در قالب این شعر میتونید در واقع تفکر ماتریالیستی ببینید، اگرچه ایشون حالا ماتریالیست رو اعتقاد داشته ولی تفکرش متمرکز بوده روی حزبش. در واقع شعر قشنگه، اسمش زمینه. زمین که زادگاه و گورگاه زندگان، سرشتگاه بودنیست، چو اژدهای جادویی ز ژرفنای خود برآورد بساط نغز خرمی، سپس به کام در کشد هر آنچه کشته بود، به باد مرگ میدهد هر آنچه هشته بود. به سوی اوست بازگشته دست ها و چشم ها، به سوی اوست بازگشته برگ ها و غنچه ها، از او بود برشته ها و سست ها، به معبد شگرف اوست آخرین نشست ها. مشو غمین که این زمین ناامین، بسی به جاده های زندگی کند کمین، که تا نهان کند به متن سرد خود تنی، کنون که بر زمین روی جوان کن از فروب به زندگی، کنون که بر زمین چمیدنی نمیزش که خود به خاک وی نثار کن، بر این زمین پیر زادگاه و دورگاه خود گذار کن، از او بخواه همتی که تا بران رونده ای مپیچی از سبیل مردمی دمی، چون مرگ بی امان رسد زره چو درندگان، چنان روی به گور خیش که از برش نرویدا گیاه لعنتی ز تو به زیر پای زندگان. زمین ز گنج نغز خود تو را نثار داده است، شکفتگی و خرمی به هر بهار داده است، ز موج نیلگون بحر به دست آر نصیب خود، به اوج لاجورد دهر پر بکش به تیب خود، ز جادوی گیاهان به دست کن طبیب خود، نگورگاه کارگاه آدمیست این زمین، همو مادر تو، برادر تو، یاور توست، سرای گرم آشنای مهر پرور توست، بر این زمین عوض مرو، بیافرین بیافرین. این شعری بود که من رو خیلی تحت تاثیر قرار داد و
همونطور که عرض کردم با وجودی که حافظه ضعیفی دارم متکی به حافظه نیستم، بلکه متکی به پروسس ذهنم هستم. اینه که جسارت میکنم بدون نوشته میام برنامه اجرا میکنم، به این دلیل هست که من زیاد از حافظم استفاده نمیکنم، ولی این شعر رو حفظ کردم، حفظ میشد برام. آقای احسان طبری خودشون گفته بودن این شعر رو؟ دانم؟ آقای احسان طبری خودشون گفته بودن این شعر رو؟ بله، زمان انقلاب یه نواری توی بازار اومد، یه نوار کاست که توش یه 7-8 شعر بود، یکی از شعرها این زمین بود. چون من فکر کنم من اینو به صورت سرود شنیدم، یعنی یه آهنگی بود و اینا، ممکنه یه تیکای اینو ازش استفاده کردن. در صورت ممنونم. شما راجع به مرگ هم که صحبت کردید، آقای ابتهاج یه مسابقه انجام داده با آقای بهنود، توی اون خیلی قشنگ راجع به مرگ صحبت میکنه. دوستان اگر مایل باشن اونو هم میتونن تماشا کنن. راجع به داروین شما صحبت کردید، گفتید داروین خیلی با خودش به اصطلاح چیز کرد تا بیاد این هسیتیت کرد، تردید داشت. بله، شک و تردید داشت. بله، داروین نزدیک 10-15 سال تئوری های خودش رو جرأت نمیکرد مطرح بکنه. بله، این اتفاقی بود که افتاد و نهایتا دل به دریا زد و تئوری هاشو مطرح کرد و یه سری از اندیشمندای اروپایی موضوع رو گرفتن و دنبال کردند و تحول فکری در واقع خیلی کمک بزرگی به تحول فکری اروپایی ها برای به دست آوردن یک جهانبینی علمی بود. چون یکی از اون نقاطی که انسان ها مشکل داشتند تا جهانبینی به جز جهانبینی مذهبی رو بپذیرند، همین مسئله پیدایش حیات بوده. اونها مذهب بهشون توضیح میداده که آقا شما رو خدا آفریده و چیز دیگری را هم انسان بهش نرسیده بود، دلیل دیگری پیدا نکرده بود. در واقع این دیسکاور کردن داروین در اقصانقاط دنیا باعث شد که اون این نشانه هایی در طبیعت در همه جا پیدا بکنه که ثابت میکرد که حیات یک دوره تکاملی رو طی کرده. یه نکته جالب دیگه الان به ذهنم رسید، بعد نیست این رو هم با شما عزیزان در میان بذارم. عرض کنم به خدمتتون که یه لحظه از ذهنم پرید. میخوان یه مقدار راجع به وضعیت آمریکا، این ماجرای ایران و قرارداد 25 ساله با چین، چون یه دوستی هم اومد اینجا خیلی عرض کنم که ببینید، برای که این موضوع رو توضیح بدم یه ذره به عقب میرم. از همون روزی که پیروان خط امام از دیوارهای سفارت امریکا بالا رفتند، جمهوری اسلامی در یک جاده یک طرفه بدون بازگشت و بدون تغییر مسیر قرار گرفت، محکوم شد به این که راهی رو بره که در اون راه، ببینید سیاست وقتی که تفکر علمی باشه پشت سیاست، چطور یک کشور رو، یک حکومت رو تبدیل به پاپت میکنن. من ادعا نمی کنم که خمینی یا خامنه‌ای پاپت های سرمایه‌داری جهانی هستن، ولی نظام نظام پاپته، یعنی در راهی افتاده که جز تأمین منافع قدرت‌های جهانی کار دیگه‌ای نمی‌کنه. حالا یه اتفاقی افتاده در حرکت جمهوری اسلامی در این جاده یک طرفه، نمی‌تونه برگرده، نمی‌تونه تغییر مسیر بده. چرا؟ برای اینکه با شعارهایی که داده آنچنان خودش رو وابسته کرده به هواداران نخود مغزش که اگر بخواد تغییر مسیر بده اونها بهش شورش میکنن. از یه طرف شکمهاشون پی بسته، فرماندهان سپاه، اون اجامر و اوباشی که در رأس سپاه هستن، من به بقیه سپاهیان جسارت نمیکنم
اونا رو هموطنهای عزیز خودم میدونم، بسیجی ها رو هم همینطور. فقط گول خوردن این عزیزان، بهشون التماس میکنم بهشون که خودتون از این ورطه آلوده نجات بدید. عزیزان شما آلوده یک بازی کثیف سیاسی شدید و خیلی از انسانها نظیر شماها بهای سنگینی برای این قضیه دادن تا به حال. فراموش نکنید که اون عده‌ای از هموطنهای عزیز ما که به خاطر انتقادات مذهبیشون جونشون رو از دست دادن یا سلامتیشون رو از دست دادن، باقی مونده اونها وقتی که از جنگ برگشتن توسط رفسنجانی حذف شدن، طرد شدن، برای اینکه دنبال آرمانهای خودشون بودند. بگذاریم برگردم به اون جاده یه طرفه. خب این آقایون شکماشون که پیر دسته، حسابهای بانکیشون هم که پر شده، از یه طرف هم خودشون رو در این جاده یک طرفه دارن میبینن، به سمت مقصدی دارن میرن که ممکنه در نهایت تبدیل بشن به گوشت دم توپ، چون نهایتا این جاده اونها رو داره میبره به یک ورطه‌ای که درگیر یک جنگ محدود منطقه‌ای با عرب‌ها بشن، با همسایگان جنوبیشون. چرا؟ برای اینکه اصولا اون عرض کردم هفته پیش، اون تئوری کمربند سبز تبدیل شد به کمربند شیعه. به همین دلیل امریکا کمک کرد ایران به عراق بره، به سوریه بره، در لبنان کاراش انجام بده، در یمن فعالیتاش انجام بده. چرا؟ برای اینکه این سیستم باید این هلال شیعه رو به عنوان یک تهدید برای جامعه سنی مطرح میکرده. تا اصلا تو اون جاده یه طرفه باید به این سمت میرفته. احمدی نژاد در اوج بروبیای جمهوری اسلامی و ثروتی که نفت میداد اصلا برای این پروژه اومده بود، پروژه امام زمان، پروژه خط شیعه. و امروز که این آقایون حسابای بانکیشون پر شده، گوشت دم توپ نمیخوان بشن و تمایلی هم به ماجراجویی ندارند، برای دعوای خودشون دارن، این اواخر من شنیدم که دارن حتی التماس میکنن به عرب که آقا ما با شما جنگی نداریم، میرن با چین به قول شما آقای سوربی قرارداد 25 ساله میبندن تا مشکلات مادیشون رو حل بکنن و از جانبی پای چینی ها رو به صحنه ایران باز بکنن تا اینطوری خودشون رو یکمی سکیورتر حس بکنن. چرا؟ برای این دارن پشت میکنن به اربابهای قبلیشون، یعنی به اونهایی که تا به حال بهشون خط میدادند، به اونهایی که به قدرت رسوندنشون و اونا رو حمایت کردن به اشکال مختلف. اینجا اون نقطه‌ایه که من همیشه در برنامه ها عرض کردم، این شانس ما ایرانی هاست، شانس ایرانه، این شانس ایرانه که در این تضادی که ایجاد شده بین امریکا و جمهوری اسلامی و مقاومتی که جمهوری اسلامی الان داره میکنه تا از این جاده یه طرف خودشو بیرون بیاره، این شانس برای ما ایجاد شده که شاید بتونم بهتون بگم که یکی از دلایلی که من سیاست‌های ترامپ رو تایید میکنم هم اتفاقا همینه. سیاست ترامپ این هست که جمهوری اسلامی رو در این جاده یک طرف زودتر برسونه به انتهای مسیر و اون درگیری نظامی رو ایجاد کنه. چرا که با تخریب صنایع نفتی کشورها یک آینده درخشانی برای سرمایه‌های آمریکایی ایجاد میشه و میتونن باقی مونده دلارهای نفتی رو صرف بازسازی اونها بکنن. در این حال اگر این اتفاق بیفته، مقدار زیادی از دلارها فرار میکنه، میاد به اقتصاد اینها، جذب میشه و دلیل دیگر قضیه هم برای اینکه اینا این سیاست رو دارن دنبال میکنن این هستش که با وقوع اون اتفاق و یک اصطلاح
صنایع نفتی نفت کمیاب میشه. در نتیجه امریکا چون استقلال داره از بابت تولید نفت، قیمت نفت وقتی کمیاب میشه بالا میره، صنایع نفتی امریکا سودده میشه و امریکا تقریبا میشه یک آقای بلا منازع. در اینکه بسیاری از کشورهای نیازمند به نفت نیازمند میشن به امریکا و دچار خطر جدی میشن. این اون سیاستیه که ترامپ داره دنبال میکنه. برای ایران سیاست قشنگ نیست، ولی من نمیتونم بگم زشتر از اون سیاستیه که دموکرات ها دارن، که سیاست کشتادن جمهوری اسلامیه و کامپرومایز کردن با جمهوری اسلامیه. چرا؟ برای اینکه برای من فقط یک مسئله مهمه، نجات ایران از این شرایط بد، شرایطی که حتی آخوندها هم قربانی این شرایط خواهند شد، حتی علی خامنه ای هم به نظر من قربانیه. اینها درست جیبهاشون پر شده، درست به قدرت رسیدند و صاحب امکانات وحشتناکی هستند، ولی در یه راهی قدم گذاشتن که عاقبت آخر خوبی در انتظارشون نیست، ممکنه بهای بسیار سنگینی پرداخت بکنن. به هر حال من اینطوری میبینم مسئله رو و معتقدم که این قرارداد با چین هم یه تلاشیه که جمهوری اسلامی داره میکنه بلکه بتونه چین رو هرچه بیشتر متحد بکنه با خودش. شنیدم که حتی ممکنه که یک عده‌ای از نظامیای چینی رو اینها دعوت کردن که بیان در یه مناطقی مستقر بشن در خلیج فارس. به هر حال امیدوارم که این جواب کافی باشه جناب سرگی برای شما. خیلی ممنون. من فقط اینجا اشکال دارم که شما دوستان، ما حتی دیدیم کارتر وقتی کتاب نوشت و اومد کالیفرنیا، ایرانیا بهش حمله کردن، خیلی کار زشتی بود مخصوصا تو آمریکا. همه باور دارن دموکرات ها با آخوندها هستن، ولی در عمل ما دیدیم که ریگان با آخوندها بود. بعدم باز در حق شماست، حق شماست آقای سرگی. بله، جمهوری خواه ها بیش از دموکرات ها به اصطلاح منفعت داشتن توی این پروژه سال 57. بعدم در جمهوری خواه ها مخالف آخوندها هستند، نه به هیچ وجه. آخوندها فقط ابزار هستند. اون زمانی که این سیستم رو روی کار آوردن میخواستن به از این سیستم عرض کردم که با سقوط شوروی این سیستم مسئولیت‌هاش از نظر این آقایون تغییر کرد و اینا در بسیاری از موارد با هم همراه و هم سیاست هستن. من عرض نکردم که فقط دموکرات ها موافق اونا هستن، نه خیر، اینا هر دوشون اون سیستم رو پوش میکنن میخوان. متوجه عرض کردم امیدوارم این فرضیه من، این نظریه من درست باشه و جمهوری اسلامی به این مقاومتش ادامه بده. در اون صورتی که در امریکا یک اقدام جدی برای مقابله با جمهوری اسلامی انجام خواهد شد، احتمالاً امریکایی ها سیاستشون رو برای تقویت اپوزیسیون به کار میگیرن. بسیاری از این عناصر مزاحم تو تلویزیون های مختلف باید بساطشون رو جمع کنن و برن. انواع و اقسام دارن که 30-40 سال مردم رو سر کار گذاشتن و انواع و اقسام کارها رو انجام میدن و امریکا خواهد رفت دنبال اون جایی که اپوزیسیون واقعی جمهوری اسلامیه، که من تحت یک عنوان فرمول براندازی میخواستم بهش اشاره بکنم که حالا که رسیدیم به این نقطه من فرمول براندازی رو عرض میکنم. بفرمایید. فرمول براندازی مربوط میشه به یک نظریه مهم در جامعه شناسی سیاسی. در جامعه شناسی سیاسی یه مبحثی هست، البته من جامعه شناس نیستم، گفتم همه اینا رو به اصطلاح مدیون هستم به جهانبینی خودم که باعث میشه انرژی فکری من هدر نره. وقتی یه چیز رو مطالعه میکنم بر اساس اون جهانبینی پیوند بین اون چیز و چیزهای دیگر رو برقرار میکنم و نتیجه گیری های جالبی پیدا میشه برام. در مورد
جامعه شناسی من این مبحث رو اطلاع دارم که یک مبحثی هست به نام جریان‌های فکری که همه سیاسیون برای اینکه تحولی در یک جامعه ایجاد کنند جریان‌های فکری موجود در اون جامعه رو مطالعه می‌کنن و می‌بینن کدوم یک از این جریان‌ها در جهت خواسته‌های اونها میشه به عنوان ابزار استفاده بشه و کدوم جریان‌های فکری مزاحم هستن. شروع می‌کنن اون مزاحم‌ها رو حمله کردن و ضعیف کردن و این موافق‌ها رو تقویت کردن. در زمان انقلاب ایران هم قشنگ همین کارو کردن، اومدن یه جنگ روانی بر علیه حکومت فردی که پادشاه ایران به اشتباه برقرار کرده بود را انداختن، هدف رو انداختن روی خود پادشاه، چون میدونستن که پادشاه رو بزنن نظام رو زدن. شاه بعد از اون شکایی که بهش وارد شده بود اومده بود حکومت فردی برقرار کرده بود، چون میخواست سریع‌تر تئوری ها و تزهای خودش رو برای پیشرفت ایران عملی بکنه. یعنی شما فکر میکنین قبل از این ماجرا شاه حکومت فردی نداشت؟ عرض کنم به خدمتتون که فراموش نکنید انقلاب اسلامی قرار بود سال 42 اتفاق بیفته. بله. من دارم در یه برهه زمانی بین سال 1340 تا 57 17 سالو دارم عرض میکنم. یعنی این که من شنیدم شاه از روزی که بهش تیراندازی شد دیگه اون با ماشین خودش بیاد از شمال به جنوب و بره و اینها رو کنار گذاشت و به قولی یا به روایتی مثل پدرش اون چکمه چیز رو پوشید و حکومت فردی رو قوی‌تر کرد. شما حتی اگر از 42 بخواین این مقطع رو در نظر بگیرین، شاه سال 40 و 41 انقلاب سفید رو به اصطلاح شروع کرد که خود اون هم اون موقع هم پادشاه ایران اصلا حکومت فردی نداشت، بسیار حکومت ایران نزدیکتر بود به یک حکومت دموکراسی تا اینکه یک حکومت دیکتاتوری. ولی بعد از اون پادشاه بیشتر به اصطلاح چیز کرد، دخالت کرد، حتی این کار رو تا حد یه جور بیمارگونگی، خود بزرگ بینی بیمارگونه ادامه داد. بله. ولی هموطنهای عزیز یه چیزی رو فراموش نکنید، نیت پادشاه ایران جز خدمت به ایران و پیشرفت ایران هر چقدر سریعتر چیز دیگه ای نبود. به همین دلیل ملت ایران به این مرد تا ابد مدیونه. آقا این چه حرفیه؟ یه نفر آمده یه کاری رو قبول کرده حتی اگه به نحو احسن انجام داده بود کسی بهش مدیون نیست، فقط میتونیم بهش بگیم ممنونیم ازت، مدیون نیستیم. حقوق گرفته، پسرش 60 سالشه یه روز کار نکرده. این خانواده برید ببینید چقدر صحرای سرکربلا نزن. صبر کنیم آقای اکبری از آلمان با شما کار داره. جناب سعیدی، آقای اکبری میگه جناب سعیدی فراموش نکنید که دولت جمهوری اسلامی در منطقه نانآور بسیار خوبی است. آمریکا با ترسی که از ایران بین همسایگان عرب به وجود آورده بیشترین مقدار اسلحه را به آنها می‌فروشد. با برقراری یک دولت دموکرات و مردمی در ایران تنش منطقه پایان می‌پذیرد و اسلحه ها روی دست آمریکا و شرکایش باد می‌کنند. آقای اکبری ننوشتن که آمریکا نفت را هم داره مجانی میگیره از عربستان سعودی. یعنی من نمیدونم در حال جناب سروی آقای اکبری کاملا درست میگه. بله میگم ممنونم از ایشون که ایشون هم این مطلب رو اشاره کردن. بله ایشون کاملا درست میگن، ولی من نمیدونم چرا شما به این گفته آقای اکبری اشاره کردید توی اون بحثی که داشتیم. خب من چون ایشون نوشتن بنا به احترامی که به بینندگان میذاریم میگیم، ولی اون بحث جدا از این هست. ببینید شاه یک حکومت مطلقه یک نفری رو راه انداخته بود و افرادی رو که یک کم سواد داشتن و جرأت و می اومدن نظر می‌ذاشتن می‌ذاش کنار.
اگه سواد سواد داشتن ولی دوربرش میپلکیدن، میگفتن آقا ما چی کار داریم حرف بزنیم، میریم جنوب فرانسه زمین میخریم، میریم نمیدونم فلان کار رو. من عرض کردم که ایشون به طور بیمارگونه ای خود بزرگبین شده بود. خب آخه من نمیدونم ما چرا مدیونیم، ما چرا مدیونیم به یه آدم بیمارگونه. بعد شما این رو باز در نظر نمیگیرید که این آقایون آخوندا فرزندان خلف خانم فرح کمونیست هستند و شاه اسلام پناه اینها رو پرورش داد، اینها رو بدون حقوق اولا از سربازی معاف کرد، بعد حقوقشون میداد اونجا، فقط دلاشن دستشو ببوسن، بعد براشون حسینیه ارشاد درست کرد. من نمیدونم بفرمایید. ببینید محصول عملکرد یک انسان، محصول عملکرد کلی یک انسان رو ما بیاییم مطالعه کنیم. یک انسانی به نام خمینی، یک انسانی به عنوان محمد رضا شاه پهلوی و رضا شاه پهلوی، اینا هر دو رو یک جریان فرض میکنیم. محصول اولی یک جامعه متوسط خواهان دموکراسی و در واقع یک طبقه فعال در جستجوی به اصطلاح یعنی نماینده یک جنبش دموکراسی بوده، دموکراتیک بوده. یعنی محصول عملکرد رضا شاه و محمد رضا شاه یک جامعه بوده که در جستجوی دموکراسی بوده. بسیار خوب، بذارید منم از این ور نگاه کنم. آقای سعیدی اجازه بدید، اجازه بدید. ببینید 57 سال حکومت دو تا پهلوی حاصلش یک نارضایتی کلی بود. شما میگین خواهان دموکراسی، دوستان شاه اللهی میگن احمقهای 57. ببینید وقتی میگن احمقهای 57، من ازشون میپرسم این احمقها کجا پرورش پیدا کردن؟ ساکت میشن. خب آره اینو گفتید شما بارها، ولی آقای سربی این هم در نظر بگیرید واقعا اینا درست میگن. ما حماقت کردیم، من خودم جز اون احمقا بودم، من خودم جز کسانی بودم که اعتراض میکردم به اون حکومت فردی شاه. چرا احمق بودم؟ برای اینکه نمیفهمیدم که در جهان سوم یکی از مهمترین نیازمندی ها یک حکومت متمرکز ملیه، نه یک نه دموکراسی. من اینو نمیفهمیدم، نمیفهمیدم که تمام دنیای استعمار مثل اژدها دهان باز کرده تا کشوری مثل ایران رو ببلعه و نگذاره تا تبدیل به یه الگو بشه برای منطقه خاورمیانه. روش پادشاه ایران تبدیل کردن ایران به یک الگو بود برای خاورمیانه. ایشون میخواست ایران رو تبدیل بکنه به یه محوری برای اتحاد منطقه‌ای. به همین دلیل همه بهش احترام میذاشتن، همه داشتن بهش توجه میکردن. پادشاه ایران شدیداً از تشنج و جنگ در منطقه اجتناب میکرد، جلوگیری میکرد و نقش بسیار سازنده‌ای از نظر سیاست‌های خارجی داشت. ببینید من اون قسمتی که به بیماری پادشاه اشاره کردم، اون قسمت در مقابل خدماتی که این مرد ایران کرده اصلا کاملا قابل چیزه، نادیده گرفتنه. درسته ما رو به فاجعه سال 57 کشوند، ولی اگر دخالت غربی ها نبود ما شاهد فاجعه 57 نبودیم. غربی ها بودن که با ایجاد جنگ روانی اولا اطراف پادشاه رو طوری مدیریت کردن که جز خیانتکارها کسی در اطراف پادشاه نموند. حتی ساواک پادشاه به جای اینکه اختشاشگرهای چپ رو که بانک می‌زدن، حمله می‌کردن به پاسگاه‌ها، کارهای نظام، به جای اینکه اینا رو بگیره ببره تو دادگاه‌های عمومی محاکمه کنه تا مردم بفهمن که اینا قهرمان نیستن، می‌برد اینا رو توی دخمه‌های ساواک یه شکنجه‌ای هم بهشون می‌کرد، اینا رو تبدیل به قهرمان می‌کرد. بعدم من می‌خواد شما بگم که راجع به شکنجه‌ها بگن، دیگران رو بترسونه. خبر نداشت که وقتی راجع به شکنجه ها میگن نتیجهش این میشه که صلیب سرخ میاد یقه رئیستون رو میگیره که آقا چه خبره.
آقا آره خیلی ممنون، داریم به یه جایی میرسیم که دوتامون توی نه کارو آمدن میکردن جناب بله. سربی بله. اینا اون بخشی از ساواک بودن که در خدمت نظام نبودن، در خدمت امریکا و اسرائیل بودن، برای ممنون. خارجی ها کار میکردن. بسیار همینا بودن که در طول انقلاب در اون زمانهای حساس سال 57 هی فیلم گل سرخی رو رو تلویزیون میذاشتن، برای داریوش و برای نمیدونم فرهاد و اینا شعرهای آنچنانی درست میکردن میساختن توسط این موزیسیانهای شناخته شده منفردزاده و امثال هم. همین ها بودن، اینا عناصر عواملی بودن که در خدمت این توطئه جهانی بر علیه ایران وارد عمل شدن. یه جنگ روانی باعث از یه طرف هم اشتباهات خودش شاه که حکومت فردی را انداخته بود و خودش رو تبدیل کرده بود به تارگت، ولی آخر سر پادشاه ایران متوجه غربی ها شد که دارن سوء استفاده میکنن، یه حرکت هایی هم انجام داد، به اونا اعتراض میکرد ولی دیر شده بود دیگه. اونم دیگه دو تکی دوره برای شاه نمونه اعتراضات این نکته توجه کنید. اصلا انقلاب ایران توسط چپی ها و ملیون اینا با شعار دموکراسی بود، برای دموکراسی بود. این ابله ها که خود منم یکیشون بودم نفهمیدیم ما که ما با اون سخنرانی پادشاه به خواسته های خودمون رسیدیم. میگید نه، با اومدن بختیار به رویاهای خودمون رسیدیم. عزیز من، شاه که اون سخنرانی رو قبول نداشت. اجازه بدید، ما دنبال دموکراسی نبودیم. آقای سعیدی، ما گرفته بودیم محمد رضا شاه رو. آقای سعیدی، شاه که اون سخنرانی رو قبول نداشت، اصلا ازش آگاه نبود تا روزی قبول نداشت. درست، بله. بختیاری که فرستاد رو کار از کشور رفت بیرون، بختیارم گذاشت سر کار، بعد با ارتشی ها گفت از فردوس دست بگیر، دستور بگیری. آقا آقای عزیز چرا سفزته میکنی؟ من سفزته نمیکنم. کجا به ارتشی ها دستور داد؟ ارتشی ها که خودشون بزرگترین خدمت رو به انقلاب کردن. کتاب مثل برف ها آب میشویم مال آقای قرباقی رو بخونید که چگونه وقتی که بختیار شد مسئول، شاه وقتی خواست بره به اینها گفت که شما کاری به این نداشت باشید، از آقای فردوس که جاسوس سه جانبه بود و شما یه جاسوس یک عمر باهات زندگی کنه و نفهمی متوجه نشی، خب این شخص یه اشکالی داره. ضمناً آقای اکبری باز میگه شاه عزیز بگونت برم فدات بشن یه ذره تو رو خدا به اون سلولای مغز خاکستری مغز فشار بیاد. اون موقع که ما نمیدونستیم شاه به فردوسی همچین حرفی زده. بله. ما بختیار رو میدیدیم با شعارهاش، بختیار رو میدیدیم با سابقهش. خب بختیار هم جبهه ملی ولش کرد همه چی داغون شد. بله، ولی ما چی کار کردیم؟ ما ابله ها حتی در اون مقطع هم متوجه نشدیم که به همه خواسته ها و رویاهامون رسیدیم. من اینو دارم عرض میکنم. بله. آقای سعیدی، آقای اکبری میگه شاه از کودتای 28 مرداد 1332 دیکتاتور شد، دیکتاتور مطلق شد. و البته جناب بله. اکبری عزیز، اون موقع یه دیکتاتوری اقلیت بر اکثریت به وجود اومد. بسیاری از ملیون و شخصیت های ایرانی با دربار همکاری میکردن در طول 10 سال. نمیشه گفت دیکتاتوری، ولی خب یه سیستمی بود که متمرکز بود. و فراموش نکنید آقای سربی هم بهتر میدونن این موضوع رو، که اصلا اون جریان مصدق و اون اتفاقاتی که افتاد در سال 32 یک جور برنامه ریزی بود که برای جمع کردن بساط توده‌ای ها و چپ ها در ایران اتفاق افتاد. و من در یه برنامه اینو توضیح دادم، اصلا یکی از دلایل این که نیمه شب با اون حالت تهدیدآمیز رفتند حکم رو به مصدق دادند، برای این بود که او رو و اطرافیان او رو تشویق و عکس العمل بکنن. متوجه باشید، پادشاه هم که از کشور رفته بود بیرون چون میترسید که نکنه توده ای ها حمله ای بکنن، جنگ مسلحانه ای بشه اینا، برای اینکه اساس نظام که خود شاهه در خطر نباشه، به ایشون پیشنهاد کرده بودن که برو از ایران بیرون. اون حرکت رو انجام دادن، شبانه رفتن اون حکم رو دادن به مصدق تا این چپی ها و اینایی که دوربر مصدق بودند و میخواستند که
ممکن بود که با حتی توده‌ای هم ممکن بود که نفوذ پیدا کرده بودن در دور بر مصدق تا اینا عکس العمل نشون بدن و زیر بار نرن، زیر بار این حکم نرن. و بعد دیدیم که همینطور هم شد، عکس العمل نشون دادن، خیلی هم شدید عکس العمل نشون دادن، مجسمه ها رو پایین آوردن، بعد پروژه پیاده شد. چرا؟ برای اینکه غربی ها امریکایی ها میدونستن که از طریق مذهبیون به راحتی میتونن جنبش اجتماعی را بندازن و این جنبش اجتماعی رو راه انداختن و پادشاه رو برگردوندن. فراموش نکنید آقای صبحی، شما یه موقعی اشاره کردید که نقش مذهب در ترامپ رو فرمودید که میره دنبال کلیسا و گفتید نقش مذهب ضعیف نشده. من البته لازم این رو توضیح بدم، همیشه حکومت ها از مذهب به عنوان ابزار استفاده میکنن، همه حکومت ها وقتی مخصوصا کارشون به یه بنبستی گرفتار میشن از ابزار مذهب خیلی استفاده های مفیدی میکنن. اینجا حق با شماست آقای سربی. بسیار ممنونم، بازم اگر صحبتی هست ما سراپا گوش هستیم. هست به خدمت، نمیدونم چقدر وقت داریم. اجازه بدید من به دوستان بگم که به غیر از امروز که جمعه 10 جولای هست برابر با 20 تیر ماه این برنامه زنده است، در روزهای دیگه هم از حالا تا جمعه هفته آینده این برنامه بازپخش میشه، هم میتونن با شما با این شماره تلفنی که من الان اینجا نشون میدم، از اول برنامه هم زیر برنامه میمد و میرفت 206-577-60-60 تماس بگیرن، مستقیما با شما صحبت کنن. اگه میخوان به صورت ایمیل باشه میتونن با ایمیل ما ایران خود شما ایمیلتونو بگید آقای سعیدی، یا با info at مردم تیوی من برای شما میفرستم که راحت تر باشه. Iranian TV at Iranian TV 243 at gmail.com. Iranian TV 243 at gmail.com. بله آقای سر، خوب شد یه موضوعی یادم افتاد. من داشتم در مورد فرمول براندازی حرف می زدم، یه دفعه افکارم طبق معمول کشیده شد به جاهای دیگه. بله چقدر وقت داریم آقای سر؟ بفرمایید یه چند دقیقه دیگه با شما هست، طب نداره ما شما رو محدود نمی کنیم قربان. خواهش من، نظر لطف شما همشه به من لطف داشتیم. داشتم راجع به فرمول براندازی میگفتم. پس در جامعه شناسی عرض کردم که یک مبحثی هست به اسم جریانهای فکری که اونایی که میخوان یک کاری انجام بدن اون جریانهای موافق رو تقویت میکنن، جریانهای مخالف رو تضعیف میکنن. حالا ما در این اپوزیسیون 40 ساله ببینیم چی کار کردیم. اولا جامعه ایران رو مطالعه نکردیم ببینیم چه جریان فکری مخالف جمهوری اسلامی بیشترین شانس رو داره، در بین توده ها نفوذ بیشتری داره، در دهات و قصبه و همه گوشه کنار ایران راجع به اون اندیشه وجود داره. اگر این مطالعه رو کرده بودیم که هر بچه دبستانی هم میتونه این رو بفهمه، به این نتیجه می رسیدیم جریان هواداری از پادشاهی تنها جریان اجتماعی در ایرانه که ارزش کار کردن روش هست. یعنی اگه ما روش کار بکنیم و اونو تقویت کنیم در طیف گستردهی در تمام مناطق در ایران، این جریان فکری میتونه تبدیل به یک به اصطلاح وسیله خوب برای مقابله بشه تا ما رو بکشونه به طرف یک اتحاد اجتماعی و طرد کردن و بایکوت کردن نظام و نهایتاً اعتصابات عمومی. چون ما که اسلحه که نداریم که به جنگ جمهوری اسلامی بریم، باید از طریق حرکت‌های دموکراتیک این جنبش رو اول درش ریزش ایجاد بکنیم و بعد اون رو تحت فشار بذاریم. این پروسه براندازی. پس ما یک جریان فکری خوب داریم در داخل ایران و اونم پادشاهیه. علت این که از 15 سال پیش من روی این مسئله انگشت گذاشتم، نه به خاطر ارادتم به خاندان پهلوی یا هر کس دیگه بود، نه،
من به طور علمی متوجه شده بودم که هواداران جمهوری اسلامی چه خارجی چه داخلی از دو جریان میترسن. یک جریان هواداری از احیای مجدد پادشاهی برای ایرانه، دوم جریان اصلاح طلبیه. جریان اصلاح طلبی هم ماهیتاً جنبش دموکراتیک مردم ایرانه، اینا اسمشو گذاشتن اصلاح طلبی. توضیح داده بودم توی در یه برنامه که وقتی که رفسنجانی شروع کرد به حذف کردن این مذهبیون از جبهه برگشته، یعنی انسانهای مذهبی آرمانخواه، و رفت دنبال اون سیاست به اصطلاح اقتصاد باز خودش، همون سیاستی که به اصطلاح لازم بود برای کشور از نظر مالی، خب این جریان اصلاح طلبی از مردم این، یعنی طبقه مذهبی خط امامی که تصفیه شده بودن به نوعی در زمان خامنه‌ای و رفسنجانی، این خط امامی ها هم اومدن توی جنبش دموکراتیک. بعد توی نظام یه مطالعه انجام شد، سرشماری های مختلفی انجام شد که اتفاقا یکی از این سرشماری ها توسط یکی از دوستان من انجام می شد که وابسته بود به نظام، و این نتیجه سرشماری ها نشون می داد که مخالفت های اجتماعی به اوج خودش رسیده و این گروه خط امامی ها هم به جنبش دموکراتیک پیوستند و خطرناک وضعیت. همون موقع بود که نظام طراحی کردش اصلاحات رو و عناصر خط امامی رو بهشون بازی داد، میدون داد، گفت شما بیایید بشید سردمداران اصلاح طلبی. و از اون موقع از دوباره این اصلاح طلب خط امامی ها اومدند و به عنوان اصلاح طلب مدیریت کردند چی رو؟ جنبش دموکراتیک مردم ایران رو. هدفشون کنترل جنبش دموکراتیک مردم ایران بود که 20 سال بود داشت با جمهوری اسلامی به اشکال مختلف دهنکجی میکرد، و بعد از اونم این موضوع رو به طور علمی پیش بردند. من گفتم جمهوری اسلامی با بهترین تکنیکای علمی داره انجام میشه. پس مسئله فرمول براندازی برای ما تقویت آرمان پادشاهی برای آینده ایرانه. اگر از این موضع وارد بشیم، شانس بزرگی داریم که در داخل ایران یک تحول اجتماعی به راه بندازیم و حتی توده ها، آدم هایی که آگاهی های سیاسی ندارن، اونها رو به بازی بگیریم. و خودتون بهتر میدونید هموطنهای عزیز که این زمینه چقدر شانس داره، چون اصلاح طلبی مرده در ایران با این شعارهایی که مردم دادن که بسیار زیرکانه بود. در واقع خطه جمهوری اسلامی رو آب ریختند و گفتن که ما فهمیدیم که آره شما جفتتون چه اصلاح طلب چه اصولگرا از یه جنس هستید. پس تنها شانس ما این مسئله است، آرمان پادشاهی برای آینده ایران. من به این دلیل وارد تلویزیون مردم شدم، در برنامه های 4 سال پیشم در این رابطه صحبت کردم و سعی کردم یک نظام پادشاهی متناسب با قرن 21 رو برای ایران در واقع مطرح بکنن، و آقای سوربی هم تا حدی در واقع یک کنار اومدن با من، یعنی یه چیزایی رو پذیرفتن. و وقتی من بتونم آدم مخالفی مثل آقای سوربی رو یک کمی متمایل بکنم، نرمش بکنم، دیگه حتما کار موفقی انجام دادم. در بنابراین من معتقدم فرمول براندازی احیای مجدد آرمان پادشاهی برای آینده ایران با اون فرمولی که عرض کردم که پادشاه در کجا باید بشینه، نه اون قصرهایی که شما میگید پادشاه ها داشتن. آقای سوربی مال 300 سال پیش ساخته شده، امروز اگه بخوایم برای پادشاه جایی به پیش بینی کنیم حد اکثر یه آپارتمان 300-400. اتفاقا الان مقایسه هم که میکنی قصرهایی که تو ایران هست همچین چنگی به دل نمیزنه. البته خب چند تا از این قصرها هم زمان فرح ساختن که میخواست خودش و دوستانش جدا باشن. و آقای اکبری باز نوشته که مشکل ما این است که همیشه میگوییم شاه فلان کار را خوب کرد یا اشتباه کرد.
زمانی که در مملکت دولت وجود دارد اصلا قرار نیست شاه کاری بکنه. خب اون که برمیگرده به اشتباهی که هم رضا شاه انجام داد هم پسرش، هر دو به جای سلطنت آمدن و حکومت کردن، اون دیگه گذشته، کارش هم نمیشه کرد. فقط شما وقتی که از نظام پادشاهی صحبت میکنید و من اینجا لبخند زدم وقتی شما گفتید اگه من تونستم سوربی رو، آقای سعیدی من تا تو آلمانم که بودم دنبال این برنامه رضا پهلوی و پادشاهی و اینها بودم، اتفاقا ای کاش شما از اون واشنگتن میومدید این واشنگتن، چون نزدیک که بشی میبینی که نظام پادشاهی که بچه خود پادشاه هیچ ذوقی نداره، هیچ عملی انجام نمیده، میگی شما برید بگیرید. من یاد اون شعر گنجشکا که اشیمشی میندازه که کی بگیره و کی بکشه و کی بپزه بعد بدن دست این آقا. خب اگه اینجوری باشه الان هم مردم دیگه زرنگ شدن، میگن آقا اگر فقط خوردن و خوابیدنه خب منم میخوام. خداییش آقای سعیدی، شما حاضری یه کارخونه ای رو منیجمنتش رو بدی دست آقای رضا پهلوی وقتی که وارد نیست؟ بله، سوال خوبیه آقای شوربی، سوال خوبیه، سوال بسیار خوبیه. بذارید یه چیزی رو بهتون بگم. برای اینکه این چیز رو بهتون بگم اول باید بگم که اون بخش سلطنت طلب یه ذره فحاش و عصبانی شریفترین آدم ایرانی های ما هستن، منتها فرهنگ غلطی دارن، سواد کمی دارن و متوسل به چیز میشن، بدگویی و فحاشی میشن. من هم یک هوادار پادشاهی هستم ولی دلیلی نمیبینم که فحاشی بکنم. اون عزیزان آدم های شریفی هستن، آدم های صادقی هستن، ولی من به اونا عرض میکنم شاید بسیاری از اونها هم این اواخر فهمیدن این موضوع رو، به این جایی رسیدن که من میخوام بگم شاهزاده رضا پهلوی رو باید گوشش گرفت به عنوان نماد ایران، برد نشوندش توی جایگاهی که به قول شما عملی از ایشون انتظار نداشته باشیم، اجازه ندیم ایشون در اداره مملکت کاری انجام بده، ولی از اون احترامی که برای نهاد پادشاهی قائل هستیم، برای جنبش دموکراتیک ملت ایران کردیت بگیریم، از جنبش دموکراتیک ملت ایران به نهاد پادشاهی کردیت بدیم. یعنی چی؟ من در اون توضیح دادم پادشاه تنها جایگاه درست قرن 21 این هست که وظیفه ایجاد اتحاد در نهادهای دموکراتیک کشور رو قانون اساسی به عهده‌اش بذاره، بشه مدیر اون کار، بشه یک محوری برای اصطلاح گردهمایی قانونهای دموکراتیک. قانونهای دموکراتیک چیا هستن؟ اون تشکیلات فکری هستن که برجستگان اجتماع تشکیل میدن، گفتن تشکیلات فکری، که هر کدوم اینا با توجه به تخصصی که دارند مراقبت میکنند از اینکه دولت، قوه قضاییه، قوه مقننه داره کارشون رو درست انجام میدن. اینا باید اونا رو زیر ذره بین بذارن، یعنی هر گونه انحرافی رو جلوشو بگیرن. این نهادهای دموکراتیکه که ضامن بقای یک سیستم دموکراسیه اگر قدرت داشته باشه. تو همین امریکا ما شاهد هستیم نهادهای دموکراتیک صدها هستن و بسیار پرقدرتن، میتونن جریان اجتماعی به وجود بیارن. ما با در کشورمون یک چنین چیزی رو ایجاد کنیم. شاهزاده رضا پهلوی یک وسیله است، آدم نسبتا بزدلی هم هست ولی انسان شریفیه، انسان شجاعی نیست، شریفه، انسان سالمیه، انسانیه با اندیشه های سازنده که ما میتونیم این انسان رو در یک جایگاه مناسبی بنشونیمش. ایشون که قرار نیست چیزی رو رهبری بکنه، جامعه دموکراتیک ایران باید به اون حد از رشد برسه که صدها نفر مدیر، هزاران نفر مدیر امور کشور رو زیر نظر داشته باشن. و من خیلی امیدوارم که داریم میرسیم. چند روز پیش یه برنامه رو دیدم افشین نریمان با همایون بحث میکردن، خوشحال شدم، ولی که از این که دیدم یه جوونی داره تابوها رو میشکونه و به یه آدمی که برای خودش ادعایی داره، یه آدمی که از باره من آدم زیاد
مطرحی هم نیست. اگر دیگران یادش نمی دادند امروز حرف زدنش هم بلد نبود، ولی امروز خواه اول داره یه مقداری رشد میکنه. ولی این جوان در مقابلش ایستاد و نشون داد که نسل جوان ایران این قابلیت و آگاهی ها رو داره پیدا میکنه که فردا بتونه جامعه ایران رو مدیریت بکنه. بنده هم هدفم از این برنامه این است که تجربه خودم رو، اندوخته های خودم رو دو دستی تقدیم این نسل جوان بکنم، حالا اگر به گوششون برسه، چون میدونم دایره نفوذ این برنامه بسیار محدوده. امیدوارم این پیام به گوششون برسه و به کارشون ادامه بدن و با آرزوی موفقیت برای هموطنهای عزیزم اجازه میخوام که دیگه خدافظی بکنم. اجازه بدین ما حالا هستیم یه چند دقیقه دیگه با تون باشیم. یه سوالی از شما دارم. شما میگید که بریم گوش آقا رضا رو بگیریم، خب شوخی میکنید، معلوم بریم بالاخره ازشون خواهش. منظورم اون نیست البته، من همین رو دارم میگم، منم دارم همین رو میگم، میگم بریم ازشون خواهش کنیم. بذارید بگیم شما یه روزی از اون واشنگتن آمدید گفتید سوربی من میخوام این واشنگتن رو ببینم، یا بریم خونه رضا پهلوی با هم صحبت کنیم. من شما بریم اونجا، شما خودتو بذار جای اون. نشستی توی مریلند کنار رودخانه خوش آب و هوا. شما میدونید خونه رضا پهلوی توی پتومکه. این پتومک ریور یعنی اون ور کاخ سفید که آب رودخونه و اینا هست، اینشون هم نشسته اون بالا. 60 سالشه، تا امروز یک روز کاری نداشته که صبح یه ساعت معینی بیاد سر کار. من و شما میریم خواهش التماس، من اصلا گریه و زاری بهش میگم آقا بیا، بدون تو ایران ایران نمیشه. خودتونو بذاری جای رضا پهلوی، کسی که پدر بزرگش اونجوری تبعید کردن، حتی بهش گفتن میری هند سر از آفریقا داره بود، کسی که پدرش اینجوری چند بار یا خودش فرار کرده یا جنرالی میاد میگی شما باید بری، شما میری تو اون مملکت، اونم تو سن 60 سالگی که الان شروع پادرد و زانو درد، همین دو هفته پیش اینجا شایع شده بود که سرطان داره آقای رضا پهلوی. واقعا میگم شما میری بشی شاه اون مملکت، شما میری بشی شهردار، شما میری بشی اون. من که نمیرم، من اینجا حاضرم کارگری کنم. اون احمد علی شاه بوده، کی بوده گفته من توی فرانسه لبو میفروشم. البته ما لبو فروش ندیدیم تو فرانسه، ولی نمیخوام شاه ایران باشم. خب حالا ایشون هم زن داره، سه تا بچه داره، دو روز دیگه لابد نوه گیرش میاد و فلان اینا، بلندش تازه بره اونجا، حالا هر حقوقی هم میخوای بدی. این دفعه دیگه اگه کسی حقوق بده اینجوری نیست که مثل پدر بزرگش پول نفت رو بریزن به حساب شخصیش. بله آقای گرفتم موضوع جناب سوری. خودمونو بذاریم جای اون. من بارها گذاشتم میگم مگه من دیوانم؟ آقا اگه به من بگم بی برو باش استاندار فارس، بنده وقتی استعفا دادم از دبیر بودن، طرف بهم گفت آقا وایسا اینجا میشی مدیر هنرستان. گفتم آقا من دارم از دبیری استعفا میدم، تو من بگی بیا وایسا بشی مدیر، دردسر بیشتری. آقا هیچ که حاضر نیست بیاد کاری رو قبول کنه. این البته جناب سربی، جناب سربی، انسان در این مرحله از حیات خودش ممکنه به یه باور و اعتقادی برسه که از این معامله گری ها و این مصلحت اندیشی ها دست بکشه و بخواد یه کاری انجام بده قبل از مردنش. بله. من فکر میکنم که این احتمال همیشه بازه برای شاهزاده که وارد صحنه بشه. منتها با شما موافقم. این وقتی اتفاق میفته، اتفاق این وقتی اتفاق میفته که بسترش ایجاد بشه. بله. عرض کردم الان اون بستر داره ایجاد میشه. چرا؟ برای اینکه جمهوری اسلامی داره مقاومت میکنه در مقابل سیاست هایی که بهش دیکته شده و میخواد مسیر عوض کنه. الان اون بستر داره احتمالاً ایجاد میشه و چون امریکایی‌ها بهتر از من این موضوع رو میدونن که تنها راه براندازی جمهوری اسلامی نظام پادشاهیه، احیای مجدد پادشاهی ایرانه، مستقیماً خواهند رفت سراغ شاهزاده رضا پهلوی و جاده رو برای ایشون هموار خواهند کرد. من اینو به شما به عنوان یک فرضیه عرض کردم که بدونید در آینده اتفاقاتی که میفته بر اساس این فرضیه هم بهش یه نگاهی داشته باشید. اگر
این سیاست ها ادامه پیدا کنه و تضاد بین امریکایی ها و جمهوری اسلامی بالا بگیره، من فکر میکنم تنها راه که پیش پای امریکایی هست همینه، چون هیچ جریان فکری دیگه در جامعه ایران قابل استفاده نیست، قابل سرمایه گذاری نیست. نظر شما راجع به مجاهدین چیه؟ خب مجاهدین اصلا علت به وجود اومدنشون، شاید اینا هم هیچ کتاب حال نشنیه باشید، اصلا علت به وجود آمدن جنبش مجاهدین برای انقلاب نه قبل از انقلاب، اون یه جنبشی بود که خودش یک اهداف خاصی بود، ولی در زمان انقلاب این جنبش مجاهدین برای بی اثر کردن چپی ها به وجود اومد، برای جذب جوانهایی به وجود اومد که آرمان خواه بودند و ممکن بود بیفتن به دام جنبش چپ. برای اینکه این جوانها رو در جنبش اسلامی حفظ کنن و اون کمربند سبز صدمه ندینه، یار از دست نده، این برنامه رو انداختن. خب بعد از اینکه نظام رو به قدرت رسوندن دیگه به این احتیاجی نداشتن. حالا باید چی کار میکرد مجاهد؟ حالا باید مدیریت مجاهدین این جوانهای پرشوری رو که آورده و بهشون یه سری شعارهایی رو هم داده و اینا تبدیل شدن به موی دماغ جمهوری اسلامی، باید اینا رو میکرد گوشت دم توپ. از اونجا آقای مسعود رجبی وارد صحنه میشه و مسئولیتش رو برای آقایون از ما بهترون انجام میده. این جوانهای بیگناه، آرمانخواه و بسیار عزیز ما رو گوشت دم توپ میکنه، چه در خیابونهای شهرهای ایران چه در عملیات مرساد و فروغ جاویدان به قول خودشون. و خب الان یه عده زیادی از مجاهدین اینو فهمیدن و پشت میکنن به این گروه. این یه فرقه است، یه فرقه برای به اصطلاح هیچ فرقی با جمهوری اسلامی نداره، این فرقه همکار جمهوری اسلامی عملا به طور عملی، مدیریتش ها، فرماندهیش. من از شما ممنونم. دوستان عزیز، با آقای عباس سعیدی بودیم از واشنگتن سیاتل و شماره تلفن ایشون هست 206-577-6060، ایمیلشون هست iranian.tv243@gmail.com. میتونید مستقیما باشون در تماس باشید. و باز آخرین یا حسن ختام برنامه رو میذاریم با آقای اکبری، همشهریمونه، باید بهش احترام مضاعف بذاریم. ایشون نوشته که در دنیا بازگشت دوباره پادشاهی سابقه نداشته، مثلا افغانستان، مصر، آلمان، فرانسه و و البته اسپانیا رو شما میتونی مثال بزنی که اون اسپانیا، فرانسه هم همینطور، فرانسه هم با پادشاهی برگشت بعد از انقلاب دو بار هم برگشت. حالا میتونه ایران اولینش باشه، حتی اگه اونا نبودن میتونه. بله به قول شما حرف قشنگی زدی، ما میکنیم، ما میشود شما میکنیم. بله آقا خیلی ممنونم، نجات ماست. بله خیلی ممنونم که با ما بودید، بهترین ها رو براتون آرزو میکنم. به امید خیلی تشکر میکنم از بینندگان عزیز و محترمم، تشکر میکنم که وقت گذاشتن. خواهش میکنم، بهترین ها رو براتون آرزو دارم. مرسی، خدا نگهدار. دوستان عزیز، با آقای عباس سعیدی بودیم و این ویدیو تا یکی دو ساعت دیگه روی یوتیوب هست، بازپخشش هر روز از تلویزیون مردم، مردمتیوی.com هست، میتونید اونجا ببینید. و روی فیسبوک هم که باقی میمونه تا ابدالدهر، یعنی ما از اونجا برش نمیداریم، هیچ دخالتی در فیسبوک انجام نمیدهیم، میتونید اونجا کامنت بنویسید، ایشون هم میتونن به شما پاسخ بدن. روز روزگار بر شما عزیزان خوش. این برنامه ها رو لطف کنید با دوستان خودتون هم شیر کنید، در میان بذارید. شما هم میتونید در تلویزیون مردم برنامه داشته باشید و میبینید که با دوستانی که 100% مخالف همدیگه هستیم خیلی دوستانه میتونیم صحبت کنیم، چون دشمن همدیگه نیستیم. مرسی که به حرفای ما گوش دادید.